سلام، با خبرهای این ساعت طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز یکشنبه 15 ماه اسد سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 5 ماه آگست سال 2012 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. هشدار بریتانیا از احتمال برگشت شبکه القاعده به افغانستان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی. خواست رئیس اداره مبارزه با ارتشا و فسادداری از رئیس جمهور کرزی برای به تعلیق درآوردن وظیفه وزیر مالیه. و تاکید نماینده حقوق بشر سازمان ملل به بررسی بیدرنگ خشونت‌های فرقه‌ای در میانمار. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای ساعت. نخست وزیر بریتانیا هشدار میدهد که بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان امکان بازگشت شبکه القاعده را به این کشور فراهم خواهد ساخت. دیوید کامرون میگوید که برای جلوگیری از سقوط افغانستان به دست شبکه القاعده و حامیان آن، ائتلاف جهانی نباید به گونه شتاب زده از این کشور بیرون شود. در این حال دل تلگراف می نویسد که از میان 350,000 نیروی امنیتی افغان در حدود 4,000 آن غایب هستند. روزنامه تلگراف بریتانیا از نگرانی های جدی مقام های بلندپای این کشور درباره راهبرد خروج ناتو از افغانستان پرده برداشته است. به نوشته این روزنامه، هرچند بریتانیا یکی از امضا کنندگان راهبرد خروج ناتو از افغانستان است، اما از دیدگاه نخست وزیر این کشور نگرانی های فراوان درباره کیفیت و توانایی های نیروهای امنیتی افغان وجود دارند. اگر نیروهای خارجی بدون در نظرگیری اوضاع به گونه بسیار شتاب زده از افغانستان بیرون شوند، طالبان یک بار دیگر به قدرت خواهند رسید. در همین حال شمار از فرماندهان بریتانیایی نیز هشدار می‌دهند که شمار جنگجویان طالب در افغانستان هم اکنون در حدود 35,000 تن است، اما پس از سال 2014 میلادی هزاران تن دیگر از پاکستان و افغانستان با آنان یکجا خواهند شد. با این حال شماری از نمایندگان مجلس در این باره چنین می‌گویند: اگر نیروهای خارجی هم از افغانستان برن، بار دیگر سال 70 یا 71 ما تکرارش خواهد بودیم در افغانستان که طالبا باز بار دیگر در افغانستان تسلط خود پیدا کردن و نیروهای ما اصلا چیزی دفاعی خود ندارن، وسایل دفاعی خود ندارن، به خاطر از اینکه نه توپ دارن نه تانک دارن و نه تیاره دارن از مرزهای افغانستان دفاع کردن نمیتونن. با وجودی که نیروهای امنیتی افغانستان از نگاه تجهیزات به او حد قوی نیستن، با آن هم میتونن، حالا که مسئولیت امنیتی هم به نیروی افغانستان داده شده، ما مطمئن هستم که ما میتونیم، چون در بین مردم اونا جای ندارن، مردم افغانستان و نیروی امنیتی توان مدافع از وارد دارن. اما واقعا چه چیزی باعث این شک و تردیدها درباره پیروزی راهبرد خروج ناتو از افغانستان شده است؟ تلگراف به چند مورد این نگرانی ها اشاره کرده است: ترک وظیفه. از میان نزدیک به 350,000 سرباز ارتش و پلیس افغان هم اکنون 15,000 غیر حاضرند بدون اینکه وظیفه هایشان را ترک نموده باشند و در حدود 25,000 سرباز دیگر به گونه همیشگی وظیفه را ترک کردند. افزایش روزافزون حمله ها بر نیروهای خارجی. از آغاز سال روان میلادی تا کنون 30 سرباز ایساف از سوی نیروهای افغان کشته شدند، در حالی که این تلفات در سالهای 2007 و 2008 میلادی تنها 4 تن بودند. وفاداری سیاسی. شماری از سربازان با طالبان نیز پیوستند. فساد در پلیس ملی، دست داشتن نیروها در قاچاق مواد مخدر و رشوه‌گیری باعث ناتوانی آنها در تامین امنیت و کاهش اعتماد مردم بر این نیروها شده است. این نگرانی ها در حال ابراز می شوند که بر بنیاد برنامه کنونی انتقال مسئولیت ها، تمامی مسئولیت های امنیتی باید در میانه های سال آینده میلادی به نیروهای افغان سپرده شوند. تا روند بیرون شدن تمامی نیروهای خارجی تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان تکمیل گردد. رئیس جمهور کرزی از وزیران پیشین داخله و دفاع ملی خواست تا معرفی وزیران تازه به کارشان ادامه دهند. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور بر بنیاد ماده 92 قانون اساسی فیصله مجلس نمایندگان را درباره سلب اعتماد وزیران امور داخله و دفاع ملی میپذیرد. بر بنیاد این اعلامیه وزیران یاد شده تا معرفی وزیران تازه به کارهایشان ادامه خواهند داد. رئیس جمهور کرزی از وزیران پیشین دفاع ملی و امور داخله خواست تا معرفی وزیران تازه به کارهایشان ادامه دهند. بر بنیاد گزارش ها، رئیس جمهور کرزی در نشست شورای امنیت ملی با عبدالرحیم وردک گفته است که می تواند در پوست های شورای امنیت ملی
سفیر افغانستان در ایالات متحده امریکا یا مشاور رئیس جمهور باقی بماند و گفته می شود که رئیس جمهور کرزی بسم الله محمدی را در کابینه نگه خواهد داشت و در یکی از وزارتها گماشته خواهد شد. در همین حال آوازه های وجود دارند که سید طیب جواد سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن بسم الله محمدی وزیر پیشین امور داخله و عتیق الله بریالی معاون پیشین وزارت دفاع ملی نامزدان احتمالی وزارت دفاع ملی خواهند بود و نیز زرا رحمت مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر، اسدالله خالد وزیر امور سرحدات و قبایل و معصوم سانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح نامزدان احتمالی وزارت امور داخله هستند. اما منابع دولتی تا کنون در این باره به گونه رسمی چیزی نگفتند. گفتنی است که تا کنون زمان معرفی نامزدان وزیران تازه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان مشخص نشده است. بسم الله محمدی وزیر امور داخله و عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی بر روز شنبه از سوی مجلس نمایندگان در واکنش به پرتاب موشک‌ها و گلوله‌های توپ از سوی نظامیان پاکستان بر خاک افغانستان، افزایش نامنی‌ها و افزایش کشته شدن افراد سرشناس کشور پس از افتضاح سلبی تمام شدند. در این حال اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اداری با فرستادن نامه از رئیس جمهور خواسته است تا وظیفه وزیر مالیه به حال تعلیق درآورده شود. رئیس اداره میگوید که تا پایان بررسی‌ها درباره چگونگی صاف‌های بانکی آقای زاخیلبال کار وزیر مالیه باید به حالت تعلیق درآید. از سوی هم شمار از اعضای شورای ملی خواهان استیضاح وزیر مالیه هستند. چگونگی پول‌های واریز شده در حساب‌های بانکی وزیر مالیه در چند سال گذشته و ارائه سندهای آن از سوی طلوع نیوز سر و صداهای بسیاری را برانگیخته است. چنان که به تازگی اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری خواهان به تعلیق درآورده شدن مقام آقای زاخیلوال شده است. امروز صبح وقت روان کردیم حضور و از ریاست از رای اصلاحاتی دفتر مدبر سپ که اداره امور ایتو خواستیم که کسایی که در رأس ادارات هستند احتمال از اداره که از نفوذ سیاسی و اداری خود اینا استفاده بکنن و تحقیقاتی که عادلانه باشه و ما را به نتیجه برسانه شاید صورت گرفتن نتانه. مصلحت ما ایست از مبارزه با فساد اداری پیشنهادش که جناب وزیر صاحب فعلا به حالت تعلیق قرار بتن. اما آقای زاخیلوال به برخی از رسانه ها گفته است که بخش از این پول ها را برای پیشبرد پیکارهای انتخاباتی رئیس جمهور کرزی گردآوری کرده بود. رئیس کمپاین جلال محترم رئیس جمهور آقای حاجی صبدین محمد والی سابق کابل بود و حساب بانک از اونام حساب جدای بود و من نمیفهمم که چرا صافی لندمارک پیسه که میداده به حساب شخصی جناب وزیر صاحب مالیه میداده. یعنی یک سوال است که باید پرسان شد. در این میان برخی از اعضای شورای ملی هم چگونگی افزایش پول را به حساب های وزیر مالیه در چند سال گذشته پرسش برانگیز میدانند. پارلمان در این قسمت عقب نشینی نکنه، یک خیانت ملی هست، باید یادم نه تنها که سلبی اعتماد شد، باید به سران والی هم راجع شد. پا دیه که بود مجد رئیس جمهور سوا قوله سی دسته که ده یواز ده وزیر نه چون وزیران نیسی پا دیه پسات پندی اخته دی او ده پسات اوناس پر وزیر دشکاری کیجه، ده باید رئیس جمهور پا دیه که اقدام اوکه. به تازگی رئیس جمهور کرزی با صدور یک فرمان 164 ماده ای بر پیکار سخت با فساد اداری تاکید کرده است. و از سوی دیگر جامعه جهانی ادامه کمک هایش را وابسته به چگونگی مبارزه کابل در برابر این پدیده دانسته است. اما روشن نیست که پیکار کابل در برابر فساد اداری در چند سال آینده به چه اندازه سودمند خواهد بود. در این حال اداره عالی مبارزه با ارتشا و فساد اداری بدرفتاری و برخورد نادرست را با بیماران در شفاخانه محمد داوود تایید می کند. این اداره خواهان مجازات عاملان این گونه برخوردها از پایین حتی عدلی و قضایی شده است. در این حال اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری می گوید که 5 پرونده فساد مالی شفاخانه محمد داوود را به سران مالی وزارت دفاع ملی به علوی سران مالی فرستاده است. پس از ابراز نگرانی های شماری از فرماندهان نظامی و اعضای کانگرس ایالات متحده امریکا از وجود بی‌نظمی ها، عیف و میل پول های کمک شده ایالات متحده امریکا به شفاخانه محمد داوود و بدرفتاری ها و بی‌پروایی ها در برابر بیماران، رئیس اداره عالی مبارزه با ارتشا و فساد اداری بدرفتاری ها و وجود مشکلات را در این شفاخانه تایید می کند و خواهان مجازات عاملان این بدرفتاری ها با بیماران این شفاخانه شده است. من یادم میاد یک وقت یک مریض یک جنرال مریض بود
ایر از هندوستان آوردن، ما بردیم به شفاخانه، برای اینکه آشنایی ما بود داشتیم اینا. واقعا این ساعت ها همیتر افتاده بود، متقضا میکدم که خوی اکسیژن کار داره، وایل اکسیژن نیست، آی برین از تعمیر دیگه بیارین. 3 ساعت، 3.5 ساعت این همیتر افتاده بود به حال مرگ اینا. این اداره نیز هر گونه خاموشی و پنهانکاری مقام های وزارت دفاع ملی را درباره ایف و میل پول های کمک شده به این شفاخانه و نیز بدرفتاری ها را با بیماران پرسش برانگیز می داند. این درست نیست که وزارت دفاع رد می کنه. ببینید پاشیدگی در هر جای در هر اداره دولت که برین است. خب بهتر از این است اگر ای که طرفداری می کنن از بینظمی ها بگونم بی‌نظمی است، کوشش میکنیم اصلاح شه و مسئله بسیار و تلاش بکنن واقعا که اصلاح شه. این اداره در حال خواهان مجازات عاملان بدرفتاری ها در برابر بیماران شفاخانه محمد داوود شده است که یک گزارش صفحه خبری بزفید می رساند که شماری از فرماندهان امریکایی و اعضای کنگرس ایالات متحده امریکا از وجود بی‌نظمی ها در شفاخانه محمد داوود سخت نگران هستند. تصویرهایی که در این صفحه خبری پخش شدند به اندازه دلخراش هستند که بسیاری از آنها را نمی شود باز پخش کرد. در بخش از این گزارش آمده است که در نتیجه بی‌پروایی پزشکان شفاخانه محمد داوود، سرباز پس از 4 روز خونریزی بدون اندکترین توجه پزشکان به وی جانش را از دست داد. شماری از نظامیان آمریکایی و اعضای کنگرس ایالات متحده آمریکا تاکید می‌ورزند که اجازه نخواهند داد تا این روش ستمگرانه ادامه یابد. با این همه رهبری تازه این شفاخانه هر گونه بی‌پروایی و بدرفتاری را در برابر بیماران در حال حاضر در این شفاخانه رد می‌کنند. فعالیت‌های دفتر انسجام و آپارتمان‌های وزارت شهرسازی پس از منظوری رئیس جمهور کرزی به میان آمده بود، اما بر بنیاد فیصله وزیر این وزارت اکنون این دفتر منحل شده است. سندهایی که در این باره به طلوع نیوز رسیده نشان می‌دهند که پس از منحل شدن این اداره، تمامی کارمندان آن به گونه گروهی برکنار شدند. در این سندها آمده است که دکتر حسن عبداللهی وزیر شهرسازی 3 روز پس از این فیصله‌اش در یک مکتوب دیگر می‌گوید که این کار بنابر مصلحت‌ها و تفاهم‌ها صورت گرفته است. این بار سندهایی از خلاف ورزی های وزارت امور شهرسازی به طلوع نیوز رسیدند. این سندها نشان می دهند که دکتر حسن عبداللهی وزیر امور شهرسازی در برابر منظوری رئیس جمهور کرزی درباره فعالیت های دفتر انسجام آپارتمان ها موضع‌گیری کرده است. در این سندها آمده است که آقای عبداللهی در ماه حمل امسال بر رئیس جمهور کرزی پیشنهاد کرده بود که فعالیت های دفتر انسجام آپارتمان ها را برای فراهم ساختن سرپناه به نیازمندان، جلوگیری از ساختمان های خودسر و اعمار شهرها مطابق برنامه های شهری و نیز فراهم ساختن زمینه کار به مردم منظور کند. رئیس جمهور کرزی نیز در ماه ثور امسال ساختمان های بلاک های رهایشی را در ساحه فابریکات خانه‌سازی کابل با مشارکت سکتور خصوصی منظور می کند. اما دکتر حسن عبداللهی وزیر شهرسازی پس از منظوری رئیس جمهور کرزی در ماه اسد انحلال و برکناری تمامی کارمندان این دفتر را فیصله می کند. 3 روز پس از این فیصله آقای عبداللهی در یک مکتوب دیگر تأکید می ورزد که این کار بر بنیاد مصلحت ها و تفاهم های صورت گرفته است و مریال آچران نیست. اما همه کارمندان این دفتر تا هنوز هم برکنار استند. انحلال این دفتر از ناحیه وزیر تا حدود مسئله برانگیز است. البته ما سوالات بسیار جدی تری درباره فعالیت های وزارت شهرسازی داریم. فعالیتش در بحث 2013 در غزنی، پول هایی که گفتمش از عزیزی بانک کشیده شده با عنوان از اینکه بلاک هایی را در کابل و در افغانستان، مخصوصا در کابل به خاطر رقابت با سکتور خصوصی بسازه، اما این پول ها به یک جاهای حتی گفتمش خارج از مرز افغانستان رفته و سرمایه گذاری شده. دفتر انسجام آپارتمان ها تا اکنون بیش از 1500 آپارتمان را در پروژه های خواجه‌رواش و خوشحالخان مینه با گرفتن مبلغ به حیث پیش پرداخت به مردم توزیع کرده است. اما با منحل شدن این دفتر از سوی وزیر شهرسازی کارهای این ساختمان ها هم متوقف شدند. ما هم به عنوان عضوی از نماینده از مجلس پیگیری از این قضیه خواهد شدیم تا بتونیم پس دوباره این کار صورت بگیره که مردم، کسایی که در این راستا پول تحویل کردن و با امید از اینکه یک روز صاحب خانه خواهد شد، دوباره هم امید از اونا روشن و تازه‌تر بشه و انشالله ما هم بی‌تفاوت نخواهد بودیم.
سندهایی که به طلوع نیوز رسیدن نشان میدهند که دفتر انسجام آپارتمان ها از سال 1386 هجری خورشیدی در چارچوب وزارت شهرسازی فعالیت داشت و این دفتر کار ساختن 60 بلاک را در خواجه رواش، 7 بلاک را در مکرو ریان ها و 8 بلاک را در خوشالخان مینا آغاز کرده بود. اما با منحل شدن این دفتر کارهای این ساختمان ها متوقف شدند. پرسش این است که آیا یک وزیر صلاحیت دارد که یک کار منظور شده از سوی رئیس جمهور را نادیده گیرد؟ پس از حذف نام آقای جان متصم به لاس فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه با استقبال از این کار میگوید که رهایی آقا جان متصم بالله با درخواست افغانستان میتواند در روند گفتگوهای صلح اثرگذار باشد. در این حال وزارت امور خارجه میگوید که شورای امنیت ملی عملات موشکی و توپخانه پاکستان را بر ولایت‌های شرقی و جنوبی کشور یک بار دیگر به بررسی گرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید که از به نام آقا جان متصم بالله و درخواست افغانستان از فهرست سیاه ملل متحد از سوی شورای امنیت میتواند در آوردن صلح و ثبات در افغانستان اثرگذار باشد. این اقدام به دلیلی صورت گرفت که به باور دولت افغانستان آقای آقا جان میتونه در پیشبرد عملی پروسه صلح افغانستان نقش فعال و نقش موثر داشته باشد. در این حال پس از سلب اعتماد وزیران امور داخله و دفاعی ملی از سوی مجلس نمایندگان، شورای امنیت ملی یک بار دیگر حمله‌های موشکی و توپخانه‌ای ارتش پاکستان را بر خاک افغانستان به روز یکشنبه به بررسی گرفت. وزارت امور خارجه ادامه این حمله‌ها را فراتر از گفتگوهای دو جانبه دیپلماتیک میان افغانستان و پاکستان می‌داند و می‌گوید که این مشکل باید در هماهنگی با مردم و دولت افغانستان حل شود. در بعضی موارد تلاش‌های دیپلماتیک بعد از یک مدت نتیجه میده و ما همیشه تاکید کردیم که تداوم هر گونه حملات راکتی و توپخانه از آن سوی مرز دیورند به ولایت شرقی افغانستان و یا هر جای دیگر افغانستان میتونه بالای روابط افغانستان و پاکستان تأثیر جدی منفی بگذارد. سخنگوی وزارت امور خارجه برخی از گزارش‌های پخش شده را از سوی رسانه‌ها درباره گشوده شدن دفتر برای طالبان در ایران رد می‌کند و می‌گوید تا هنگامی که موافقت دولت افغانستان نباشد، هیچ دفتری برای طالبان در بیرون از افغانستان گشوده نخواهد شد.